اخطار ملا هیبت الله به ملا یعقوب و سرودیدی نکنی، با یک فرمان نابودتان میکنم. عبدالله خنجانی رئیس دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی تعیین شد. اعتراض رانندگان در هرات، طالبان به تجمع معترضان شلیک کردند. طالبان در خوست 3 نفر را پیش چشم مردم شلاق زد. پاکستان میگوید مرحله 2 اخراج مهاجران افغان را به زودی آغاز میکند. امریکا به 284 مقام ارشد پیشین افغانستان اقامت دائم نداده است. و رینا امیری، عادی سازی رابط با طالبان مشروط به پایان سیاست های افراطی این گروه است. با یاد خدا به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. اعتراض رانندگان در هرات، طالبان به تجمع معترضان شلیک کردند. منابع محلی در هرات میگویند که در پی اعتراض رانندگان موترهای باربری در این ولایت، طالبان به تجمع معترضان شلیک کردند. منابع به روزنامه 8 صبح گفتند که شمار از رانندگان موترهای باربری روز چهارشنبه 7 سنبله به دلیل دخالت طالبان در روند بارگیری موترها در سایه کمیسیون موترها دست به اعتراض زدند. به گفته منابع، جنگجویان طالبان دست کم 4 معترض را زخمی کردند. منابع تصریح میکنند که با وجود تیراندازی طالبان به سوی معترضان، آنان به اعتراض خود ادامه دادند. طالبان در هرات تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. طالبان در خوست 3 نفر را پیش چشم مردم شلاق زد. دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که 3 نفر از جمله 1 زن را به اتهام فرار از خانه و آدمربایی در خوست شلاق زده است. این دادگاه اعلام کرد که متهمان را به 35 ضربه شلاق مجازات کرده و آنها را به حبس‌های از 1 سال و 6 ماه تا 3 سال محکوم کرده است. دادگاه عالی طالبان روز 5 شنبه 8 سنبله اعلام کرد که محکمه ابتدایی ولسوالی علیشیر ولایت خوست 3 متهم را در محضر عام و با حضور مقامات قضایی این گروه به ضرب شلاق مجازات کرده است. این دادگاه هویت متهمان را فاش نکرده است. طالبان پیش از این روز 3 شنبه 6 سنبله نیز 3 نفر را به اتهام‌های مختلف در ولسوالی باباجی ولایت هلمند در برابر چشم مردم شلاق زد. این دادگاه متهمان را 30 و 39 ضربه شلاق مجازات کرد و آنها را به حبس‌های از 8 ماه تا 2 سال محکوم کرد. عبدالله خنجانی رئیس دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی تعیین شد. جبهه مقاومت ملی با انتشار اعلامیه از انصاب عبدالله خنجانی، خبرنگار و معین وزارت دولت در امور صلح، باعث رئیس دفتر سیاسی این جبهه خبر داده است. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت روز 4 شنبه 7 سنبله خنجانی را به این سمت گماشته است. در اعلامیه جبهه مقاومت ملی آمده است: با توجه به گسترش فعالیت‌های نظامی جبهه مقاومت و ضرورت بر انسجام هدفمند امور سیاسی و استراتژیک جبهه بیشتر از هر زمان محسوس بود. خنجانی پیشینه خبرنگاری دارد و همچنان در حکومت پیشین مدت معین وزارت دولت در امور صلح بود. اخطار ملا هیبت الله به سراج‌الدین اقانی و ملا یعقوب با یک فتوا نابودتان میکنم. رحمت الله نبیل در صفحه اکسش چنین نگاشته است: در آخرین نشست که بر ریاست امیرالمومنین خودخوانده طالبان با والیان این گروه در قصر احمدشاهی قندهار برگزار شد، از آدرس او گفته شده که هر بار که از طالبان مستقر در کابل با کفار نزدیک شده و با آنها وعده های میدهند و سپس من از این موضوع مطلع میشوم، تمام نقشه ها و وعده های آنها را با یک فرمان از بین میبرم و امیدهای آنها و کفار را با خاک یکسان میکنم. با آن 3 تن یعنی ملا یعقوب، سراج‌الدین اقانی و وثیق که چند قبل به قندهار اظهار شده بودند گفتم که یا باید به درستی اطاعت کنند یا با یک فتوا کارشان را تمام خواهم کرد. پاکستان می گوید مرحله 2 اخراج مهاجران افغان را به زودی آغاز می کند. وزارت داخلی پاکستان اعلام کرد که این کشور مرحله 2 اخراج مهاجران افغان فاقد مکترک را به زودی آغاز می کند.
محسن نقوی روز چهارشنبه در دیدار با معاون یونما گفت که هیچ کس اجازه ندارد بدون مدرک اقامت در پاکستان بماند. روزنامه دان پاکستان روز پنجشنبه 8 سنبله گزارش داد وزیر داخلی پاکستان در دیدار با معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان به نقش سازمان ملل و جامعه جهانی در بازگشت مهاجران افغانستان تاکید کرده است. در همین حال دان به نقل از یک منبع خود گزارش داد که در مرحله دوم اخراج مهاجران افغان از پاکستان، مهاجران که دارای کارت مخصوصی شهروندی افغانستان یعنی افغان سیتیزن کارت هستند نیز اخراج خواهند شد. بر اساس سازمان ملل در امور پناهندگان، حدود 880 هزار پناهجوی افغان با کارت مخصوصی شهروندان افغانستان در پاکستان زندگی می کنند. دور اول اخراج مهاجران افغان در ماه میزان سال گذشته آغاز شد که حدود 600 هزار پناهجوی افغان از پاکستان اخراج شدند. معاون یونما هم در این دیدار گفته است که سازمان ملل از نزدیک با مقامهای طالبان روی بازگشت مهاجران افغان کار می کند. امریکا به 284 مقام ارشد پیشین افغانستان اقامت دائم نداده است. 3 سال پس از سقوط، منابع آگاه به رسانه ها گفتند که امریکا به شمار از مسئولان ارشد نظامی و ملکی که پس از سقوط به این کشور منتقل شدند هنوز اقامت نداده است. این افراد شامل 2 وزیر، 2 فرمانده ستاد ارتش، 8 مهین و 10 جنرالند. بخش پشتوی افغانستان انترنشنال توانست با 75 نفر از نظامیان سابق و رؤسای نهادهای امنیتی، معینها و رؤسای ادارات مستقر در امریکا درباره وضعیت اقامت آنان در این کشور صحبت کنند. همچنان یک منبع از نهاد مهاجراتی در امریکا به نام لورتین به رسانه ها گفت که دفاتر آن در ویرجینیا، کالیفرنیا، میرلند، ویرجینیای غربی و دیگر شهرها به 118 نفر از نظامیان و جنرال های سابق افغانستان کمک کرده است. به گفته این نهاد، این افراد هنوز اسناد اقامت دائمی خود را دریافت نکردند. رینا امیری، عادی سازی روابط با طالبان مشروط به پایان دادن سیاست‌های افراطی این گروه است. نماینده ویژه آمریکا در امور زنان افغانستان می‌گوید سیاست‌های طالبان برای هدف قرار دادن زنان به مثابه آزار و اذیت جنسیتی است. رینا امیری به روزنامه هیل گفت هر گونه عادی سازی روابط با طالبان مشروط به پایان دادن به سیاست‌های افراطی این گروه است. خانم امیری گفته است سیاست‌های طالبان علیه زنان این دیدگاه را تقویت می کند که طالبان در حال دنبال کردن همان روی کرده است که بدتر شدن حاکمیت اول این گروه انجامید. رینا امیری گفت که ایالات متحده هر ابراز را که در دست دارد برای حمایت از دختران افغان و بسیج جامعه جهانی برای ارسال پیام روشن به طالبان استفاده می کند. تا ویدئوی دیگر، بدرود.